بینندگان عزیز تلویزیون پرشیانا سلام با یکی دیگر از برنامه های تاک در خدمت شما عزیزان هستیم هدفمون از تهیه این سلسله برنامه ها آشنایی با فرهیختگان فارسی زبان هست به همین منظور امروز در خدمت یک هنرمند و خواننده جوان به اسم خانم سارا حمیدی هستیم خانم حمیدی سلام خیلی خوش آمدید به این برنامه سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم مرسی از دعوتتون خواهش می‌کنم. خانم حمیدی از چه سنی فکر کردید که صدای خوبی دارید؟ اصلا خودتون متوجه شدید یا بهتون گفتن و آیا فکر می کردید که یک روز خواننده بشید؟ هیچ وقت حالا برعکس اون چیزی که همیشه میشنوین مثلا میپرسن می که اکثر خواننده میگن که حالا از سن کودکی ما شروع کردیم به خوانندگی قبلا میخوندیم من هیچ وقت توی بچگی ازم نخوندم و هیچ وقت فکر نمی کردم که بخوام کار خوانندگی رو ادامه بدم یا یعنی که یه روزی خواننده بشم هیچ وقت از سن 20 19 تا 20 سالگی شروع کردم به خوانندگی و با تشویق اطرافیانم و خانواده‌ام 19 تا 20 سالگی گفتین پس لا. یک استعداد کشف شده این کی کی کشفتون کرد <تصفحه> اطرافیانم تشویق اطرافیانم دوستانم وادم میگم هیچ وقت من نمیخوندم خواهرم خواهر کوچیکم از سن 14 سالگی شروع کرد به گیتار زدن و یه شعر داده بودم بهش که همزمان با اینکه گیتار میزنه هم بخونه که کمک بشه به نوازندگیش منطقه اون خیلی روش نمیشد که بخونه شروع کرد به زدن و یادم آهنگ گل گل دونه. منو داشت یاد میگرف پس خانم سیمین قانه شروع کرد به زدن تمرین که میکرد من باش زمزمه میکردم این که یادم نیست دقیقا فکر میکنم تولدش بود و رفت گیتارش رو آورد و شروع کرد به زدن و منم باش خوندم و دوستانی که دعوت بودن خیلی خیلی خوششون اومد و شروع کردن به تشویق کردن و خیلی به من پیشنهاد دادن که چرا نمیری کلاس آواز خیلی شماره تلفن استادای مختلف رو بهم دادن و باز این پرسه خیلی طول کشید تا اینکه من اون اعتماد به نفس رو به دست بیارم و اینکه بگم که حالا نکنه این اطرافیان همینطوری میگن نکنه واقعا من صدا نداشته باشم باز این خیلی طول کشید تا اینکه از این از تشویق اطرافیان تا که من تصمیم گرفتم برم کلاس آواز خیلی طول کشید اون پروسه چقدر طول کشید و چی باعث شد که بالاخره وارد اولین کلاس آواز بشید؟ همین یکی دو سال طول کشید باز هی اتفاقات مختلف افتاد دوستان موزیسین باز پیدا کردم تایید اونا باز بیشتر مناهی هل داد که برم به سمت اینکه حتما برم یک معلم آواز پیدا کنم و این کار شروع کنم دوست. و خدا که معلم خیلی 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 خوب پیدا کردم که میتونید بگید کی بودی معلم؟ بله خانم ماعده تبا تبایی که واقعا تشویق ایشون بود که باعث شد که من این راه ادامه بدم و خب مسلما شما اون موقع در ایران بودید بله. نگران نمی شدید که خب من که نمیتونم از این استعداد و از این صدا به عنوان یک وسیله برای در واقع شناخته شدن در سطح زیاد و عمومی به خاطر خب مشکلات که برای خانم ها برای خوانندگی در ایران وجود داره چرا خب همیشه بهش فکر می کردم و این فکر می کنم دغدغه همه خانم که میرن توی این مسیر رو توی ایران کار آواز خوندن رو شروع میکنن و کلاس های آواز میرن دغدغه همه هست و این هم مطمئن دغدغه منم بود و بهش هم خیلی فکر می ولی هیچ وقت به این فکر نمی که من بخوام مثلا کار دیگه اگر ادامه بدم خارج از ایران این کار رو ادامه بدم هیچ وقت بهش فکر نمی پس شد که اومدید فرانسه چون الان پنج ساله که در فرانسه اید. بله میگم من در کنار آواز سنتی که کار می خیلی خیلی علاقه به آواز اروپایی و آواز اپرا داشتم خیلی زیاد خیلی هم دنبالش رفتم و متاسفانه نه دانشگاهی نه کنسرواتوری توی ایران داریم که مثلا به صورت اکادمیک بتونم این راه ادامه بدم اینی که خیلی بهش فکر می کردم که خارج از ایران بتونم کنسرواتور برم این راه ادامه بدم به صورت اکادمیک بسیار عالی کی فکر کردید که باید وارد بخش آکادمی این کار بشید چون اونجور که برای من تعریف کردید خب خیلی ناگهانی و به صورت در واقع توی مهمونی شما کشف شدین <applause> چی شد که فکر کردین الان دیگه باید برم به صورت آکادمی این کار رو انجام بدم خب میگم همونطور که اصلا زیاد معلم آواز کلاسیک اپرا نداشتیم توی ایران مخصوصا شهری که من زندگی میکردم اصفهان خیلی کم بود تهران هم موقعیتش رو نداشتم که برم همش احساس میکردم که باید برم باید یک معلمی باشه باید یک جایی باشه یک جایی آکادمیکی باشه که من به صورت حرفه این راه ها ادامه بدم و این توانایی رو توی خودم میدیدم که این کار رو انجام بدم به همین خاطر خیلی برام مهم بود که انجامش بدم خانم حمیدی خب مسلما هر هنرمندی تو زندگیش یه سری مشوق داره و یه سری افرادی که بهش الهام دهنده هستند شما کدوم خواننده ها بیشتر براتون الهام بخش بودن و روی صدای شما تونستن تاثیر بذارن خب من بیشتر به صدای خانم های خانم ها پریسا مرزیه قمر دلکش الهه پوران بیشتر گوش میدم و این کسی از قلم ننداخته باشم ولی صدای خودمون بیشتر به صدای این خواننده ها نزدیک میدونم هرچند که کاملا رنج صدای همهشون با هم دیگه فرق داره ولی خب صدای خودم رو نزدیکتر به این صداها میدونم و بیشتر بهشون گوش میدم و سعی میکنم که الگوی من باشن به اسم خانم قمرالملوک وزیری اشاره کردید من همیشه برام یه سواله شما آوازای ایشون رو گوش میکردید در کودکی یا حالا دورانی که میخوندید یا این شباهت خیلی اتفاقیه راستش نه من چون تو کودکی که نه ولی خب این تیتری بود که اون کسی که حالا اون ویدیو رو گذاشته بود روی یوتیوب انتخاب کرده بود حتما از نظر اون صدای من شبیه به خانم قمر بوده نمیدونم سلیقه ایشون بوده <applause> نظر ایشون بوده اون ویدئویی که اشاره کردید خیلی به شناخته شدن شما و استعدادتون کمک کرد میشه راجبش توضیح بدید برای بیننده ها کلا توی ایران همطور که خودمون میدونیم جایی نیست که خانمها بتونن هنر هنر آوازخوانیشون رو ارائه بدن یه پیشنهاد از طرف یکی از دوستان به من شد که توی مهابات کردستان ما میتونیم یه کنسرتی اجرا بکنیم و من میتونم اونجا تکخانی کنم برای عموم هم خانم ها هم آقایون که من این پیشنهاد واقعا خیلی خوشحال شدم و یعنی واقعا برای من یه فرصتی بود که حالا برم بخونم و تجربه روی سن بودن و یعنی تجربه خوندن روی سن رو داشته باشم این بود که پیشنهادشون رو قبول کردم و رفتم مهاباد با تجربه اینکه باز میدونین که توی ایران سخت تمرین کردن جای تمرین نداشتیم رفتیم توی یک آموزشگاه زبان برای تمرین و شروع کردیم به تمرین کردن برای کنسرت بعد از پایان کنسرت بچه ها به من گفتن خب یک آوازی هم بخون با یک از بچه که تار میزنن شروع کردن به آواز خوندن و یک نفر اونجا با موبایلش فیلم گرفت و بعد اونو گذاشت روی یوتیوب و خودش هم تیتر انتخاب کرده بود و اینجوری شد که پخش شد و مردم خیلی استقبال کردن یعنی من بعد از اون که اون ویدیو پخش شد هر جا که میرفتم مردم من رو با اون ویدیو میشناختند و خیلی توی شناخته شدن من تاثیر داشت بالا میگم یه جای, جای, جای دیگه هم گفتم نزدیک دو میلیون بیننده داشت که الان حذف شده اون ویدیو رو روی رو یوتیوب و ویدیوهایی که وجود داره همون ویدیوهایی که شعر شده این طرف اون طرف پخش شده بسیار عالی شما الان ده ساله که مرتب کار خوانندگی رو انجام میدید و پنج ساله که در کشور فرانسه هستید خب پنج بلد. سالش رو در ایران این کارو کردید بلد. مشکلات شیش سال. شیش سال مشکلات یک زن جوان خواننده ایرانی در داخل ایران چی میتونه باشه مشکلات زیاد این همین که خودمون واقفیم خانوما نمیتونن روی سن برن نمیتونن تکخانی کنن اگر بخونن حتما باید صداشون زیر صدای آقایون باشه یا توی گروه کور میتونن بخونن دیگه و و و خیلی مشکلات دیگه درسته امروز به عنوان یک هنرمند جوان ایرانی الاصل در کشور فرانسه زندگی شما چطور راضی هستید راضی نیستید از این مهاجرتی که کردید کلا مهاجرت یا تغییر کشور تغییر زندگی کلا خیلی سخته نمیگم راضی نیستم خیلی راضی هم به خاطر اینکه اون هدفی ای رو که میخواستم دنبال کردم و از نظر خودم دارم به اون چیزی که میخوام میرسم منطقه خب مشکلات خیلی زیادی رو هم پشت سر گذاشتم باش جنگیدم چرا فرانسه رو به عنوان یک خواننده انتخاب کردید برای مهاجرت؟ راستش رو بخواین من ترجیح میدادم که یک کشور انگلیسی زبان برم به علت اینکه خب زبان انگلیسی خونده بودم توی دانشگاه منتها سفر کردم به این کشور برای کنسرت رفتم کنسرواتوارا رو دیدم معلم رو دیدم باشون صحبت کردم احساس کردم که ترجیح این ترجیح دادم که اینجا باشم تا کشور دیگه البته هم کرده بودم منتها از لحاظ از همه لحاظ احساس کردم که فرانسه بیشتر از لحاظ دانشجویی ساپورت میکنه دانشجوها رو و زندگی دانشجویی میتونه راحت تر باشه توی فرانسه نسبت به کشورهای دیگه خب شما امروز یک هنرمند جوان هستید در کشور فرانسه در کنسرواتوار دارین تحصیلات هنریتون رو در همون بخش آواز ادامه میدید زندگی یک هنرمند خارجی حالا ایرانی در کشور فرانسه چطور هستش با توجه به اینکه دانشجو هم هستید خب مسلما خوبی های خوبی داره بدی داره مشکل یک از مشکلاتی که میتونم نام ببرم که فکر کنم همه جای دنیام هم هست یکی رقابت هاست حسادت هاست اینکه تو یک هنرمندی باشی که استعدادی هم داشته باشی از یک کشور دیگه میایی توی کشورشون و این پیشرفت تو رو که میبینن این بهتر بودن رو که میبینن خب نظر حسادت ها هست سنگ اندازی ها هست اینو من خیلی مشاهده کردم اینجا کمک هایی هم بوده خب مسلمان رقابت اش. و حسادت هست در سر راه هر هنرمند و اصلا هر انسانی که بخواد پیشرفت بکنه بوده نهادهایی یا کسایی که بخوان به شما کمک بکنن بیشتر دیده بشید بیشتر کار کنید تمام کمک ها و ساپورت ها همه از طرف اون آکادمی که توش درس میخونم بوده مثل رئیس کنسرواتوار یا معلمم ها یا هم کسایی که توی کادر اون آموزشی بودن همه ساپورت ها بیشتر از طرف اونا بوده از تجربیاتی که با هنرمندهای دیگه داشتید از همکاریهایی که با هم کردید کدومشون براتون جذاب تر بوده؟ اخیرا همکاری با آقای مجید خلج بود که آنسامل تنین و تن رو با هم تشکیل دادیم و آلبومی رو تهیه کردیم اخیرا به نام هستی که خیلی تجربه بزرگی بود برای من و جالب و یک تجربه دیگه با آقای هومن خلط پارسال توی کشور سوئد کنسرتش رو انجام دادیم که ایشون رهبری گروه به عهده داشتن و قطعات تنظیم آقای علی اکبر قربانی بود اون هم خیلی تجربه بسیار بزرگی بود برای من خانم سارا حمیدی یک خواننده جوان که در باب سنتی هم میخونه امروز خب شناخته شده هست تا یه مقداری برای آینده خودتون چه برنامه ریختید؟ دوست دارید به چه هدفی برسید؟ چه اندازی برای خودتون تعریف کردید کلا میگم من نه به گذشته فکر میکنم نه به آینده توی حال زندگی میکنم و به این فکر نمیکنم که من چه خواننده ای میخوام باشم به این فکر میکنم که من اون خواننده هستم و اینکه میگین حالا چه هدفی رو برای خودتون دنبال میکنین چه هدفی رو دارین من خودم رو بیشتر خواننده سنتی آواز ایرانی میدونم تا اینکه خوانده اپرا برای اون هدفم تلاش میکنم و تلاش کردم حدود سه سال هست که آواز اپرا رو شروع کردم منتها خودم رو تو اون دومن نمیبینم و هرچند که الان بیشتر تمرکزم روی یادگیری آواز اپرا هست ولی خودم روی خواننده آواز ایرانی میدونم یاد گرفتن خوندن اپرا اونم توی اکادمی در کشور فرانسه در اروپا چقدر میتونه با آواز سنتی ایران هم داشته باشه اصلا یاد گرفتن اپرا بهتون کمک میکنه تو اون زمینه من برعکسش فکر کنم آواز سنتی ایرانی رو که من یاد گرفتم احساس کردم که میتونم آواز اپرا رو بخونم اونم به دلیل تکنیکایی که توی آواز ایرانی داریم اونا به من کمک کرد که بتونم آواز اوپرا رو بخونم منتها این دو تا, دوم... دو تا آواز کاملا دوتا تا جدا هستن کلا این دو تا آواز آواز اوپرا و آواز سنتی ایرانی خیلی با هم دیگه فرق دارن چه از لحاظ جای صدایی چه از لحاظ تکنیکی ام... مکمل همدیگه نیستن منتها یه جاهایی به همدیگه دیگه میرسن ولی خب نزیاد امروز اگر یه نفر بیاد به شما بگه من دوست دارم خواننده بشم با توجه به اینکه خب شما کلاس های آوازم برگزار میکنید بهش چه راهی رو پیشنهاد میکنید کجا توی ایران یا خارج از ایران توی ایران و خارج از ایران خب توی ایران همونطور که من میدیدم متقاضی خیلی برای کلاس های آواز خانمها زیاده و انگیزه خیلی زیاده با توجه به اینکه خانمها میدونن که نمیتونن می نمی کنسرت بذارن و راه میدونن خیلی براشون خیلی هموار نیست هم کاری که من کردم من میدونستم که نمیتونم کنسرت برگزار کنم با وجود این میرفتم کلاس یاد میگرفتم و با شوق و انگیزه این کار رو انجام میدادم همین کار انجام بدن خانمان. حالا در خارج از کشورم که حالا بازی ببینید مشکلات خیلی فرق میکنه توی ایران نمیشه خانما نمیتونن کنسرت برگزار کنن بیرون از ایران مشکلات تغییر میکنه میتونن کنسرت برگزار کنن بازی مشکلات دیگه هست سخت مشکلاتی که وجود داره اما یه مثال در مورد خودم میزنم من اگر که ایران زندگی می کردم و میخواستم آواز سنتی ایرانی رو ادامه بدم هیچ وقت نمیومدم نمی اومدم خارج از ایران مهاجرت کنم به خارج از ایران و زندگی کنم اگر که می آواز سنتی ایرانی رو ادامه بدم و کار کنم ترجیح می دادم که ایران زندگی کنم اگر کنسرتی بود چیزی می اومدم بیرون از ایران اجرا می کردم و برمیگشتم ایران که خب چقدر حیف که آدم یعنی خانمان نمیتونن که این هنرشون رو توی ایران ارائه بدن اما چون خودم چون میخواستم اون موسیقی رو کار کنم که مربوط به فرهنگ غربه خب ترجیح میدادم که بیرون از ایران زندگی کنم و به صورت آکادمیک اون مسیر را ادامه بدم شما فکر میکنید برای اینکه صدای زن آزاد بشه در ایران یعنی شنیدن صدای یک زن مثل شنیدن صدای یک مرد راحت و در دسترس باشه باید در ایران چکار کرد ببینید یک همبستگی تفکر احتیاجه یعنی این که همه باید به این فکر کنن که صدای خانم ها با صدای آقایون شنیدنش فرقی نداره یک ملودی زیباست همه باید بشنوند دوم اینکه که خواننده های مرد یا موزیسین های مرد پشتیبانی کنن از خانم ها و دیگر اینکه که دید دولت یا مردم با تغییر کنه به این که حالا صدای خانم ها تحریک آمیز صدای آقایون نیست اینو به نظر من باید روش کار کرد خانم حمیدی خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید ممنون شما و همکاران محترمتون مرسی از دعوت شما خواهش میکنم بینندگان عزیز پرشیاناتاک با هنرمند جوان خانم سارا حمیدی در خدمت شما بودیم ایشون آوازخان سنتی هستند و در شهر پاریس زندگی میکنن امیدوارم که این قسمت از پرشیاناتاک رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشه تا برنامه بعدی روز و روزگار بر شما خوش